بینندگان عزیز، با سلام به شما، با سلام به آقای یزدان خداوندلو از آلمان و خوش آمد به ایشون. برنامه امروز رو طبق معمول هر هفته چهارشنبه ها ساعت 3 بعد از ظهر به وقت واشنگتن و نیویورک و 9 شب به وقت آلمان شروع میکنیم. موضوع برنامه ایشون این هست که تاراج میراث باستانی ایران، و بالای مقاله شون هم نوشته بودن عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد. من از ایشون میخوام سوال کنم، بگم که چرا اون قسمت رو نوشتن، و دوستان هم سوالی کردن مخصوصا درباره برنامه های شما، اون رو هر وقت وقت کنید من میپرسم شما پاسخ بدید. دوستان اگه مایلید با آقای یزدان خداوندلو تماس بگیرید، ایشون فقط از طریق فیسبوک به اصطلاح پاسخگو هستن و در تماس هستن. آقای یزدان خداوندلو، این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در سر تا سر جهان، بفرمایید. درود بر شما آقای سروی، شنوندگان و بینندگانتون. امشب میخواهم در حوزه آسیب شناسی به موضوع هویت در حوزه فرهنگ بپردازم که استعمار جهانی و استثمار داخلی جهت مخدوش کردن این موزاییک گوهرین چه اقدامات مزورانه به عمل آوردند. در اون بالا مطلب رو با این ضرب المثل آغاز میکنم که عدو شبب سبب خیر اگر خدا خواهد. این موضوعی که امشب میخوام بپردازم تاراج یا قارت میراث باستانی ایران هست، اما در ابعاد بزرگتر یک اتفاق عجیبی که بعد از انقلاب افتاد که یکی از ثمرات همین انقلاب هست اینه که رژیم اسلامی هرچه تلاش میکنه خودش رو در روان ملت جا بندازه، به همون نسبت داره لگد به بخت خودش میزنه، یعنی زیرا به خودش میزنه. حالا به یه نمونه از این عدو شبب سبب خیر اگر خدا خواهد، در مورد قارت میراث باستانی ایران میپردازم. اما قبل از اینی که مطلب رو به عرض شما و شنوندگان و بینندگانتون برسونم، یه مقدمه درباره هویت مطرح میکنم و سپس میپردازم به تاراج میراث باستانی ایران. خب، تعریف هویت. هویت از چیستی، هستی و ماهیت درونی و بیرونی پدیده‌ای گفتگو می‌کند و در مورد انسان محصول وراثت، خصوصیات طبیعت بومی و مدنیت برخواسته از آن اقلیم حکایت می‌کند. بنابراین انسان چون تنگ بلوری در نظر بگیرید، دید رو تنگ بلور دیده میشه. خوب بله بله بله، حواس آب پرتغال کردم. بله، آب پرتغال. هر چی در این اینکه بریزید، خب شکل و فرم این تنگ رو خودش میگیره و هویت. بنابراین انسان چون تنگ بلوریست که از هر محیطی آن را پر کنند، رنگ، بو و خاصیت اون محیط مکان رو به خود میگیرن. از این رو هویت آدمی ارتباط تنگاتنگی با محیط طبیعی، اجتماعی و تاریخی او دارد، با صدها زیر مجموعه علائم، نشانه و سمبل ها. در نتیجه هویت انسان محصول مستقیم محیط اجتماعی و طبیعی است که از هنگام پا به دایره هستی گذاردن او را از خود و سمبولهایش پر می کند و سرانجام محتوای ذهنی و ساختار روانی ایشان را شکل می دهد، که اگر چیدمان مفاهیم در روند تراکم در حافظه او به وساطت دانش
هنرهای تجسمی، کلامی و موسیقیایی، سامانمند، مزایک‌بندی، پردازش و ذخیره شود، جهانبینی او مثل الماس درخشان که نور را از خود عبور می دهد محسوب می شود. و اگر با مفاهیم مهمل و تاریخ مصرف تمام شده تلمبار گردد، شبیه زغال، کدر و دودزا خواهد بود. بنابراین هویت یعنی محتوای ذهنی به اضافه سیمایی که انتخاب طبیعی آن را دیکته کرده است. خب در این بخش شما سوالی ندارید که؟ نه خیر. بسیار ادامه میدم. تاراج میراث باستانی ایران، سرگذشت دردناک آثار باستانی کهن‌بوم ایران در زمان پهلوی اول. لطف کنید این تصاویر رو در روند خوندن این مطلب به تدریج نشون بدید که برای شما ارسال کردم. بخش نخست، کهن‌بوم ایران از اواخر حکومت قاجار و پهلوی اول در کنار مقاصد سیاسی، اقتصادی و ارضی در کانون نگاه غرب و آمریکا جهت غارت میراث بازمانده از نیاکان ما تحت اهداف مشخص قرار گرفت. هموطنان لطفاً به این چند فاکتوری که برمی شمارم توجه کنند و اگر هم می توانند به فاکتورهای دیگه‌ای که به ذهن من خطور نکرده اشاره کنند که بعداً من اشارات اونها رو در این متن وارد کنم. یک، یعنی اهدافی که این کشورهای استعماری داشتن از غارت میراث باستانی ما. یک، آراستن موزه های کشورهای اروپایی و آمریکا از آثار باستانی ایران. دو، دور کردن دستاوردهای مادی و نفیس آهنی، برنزی، سیمین و طلایی از افق نگاه ایرانیان ملی‌گرا جهت مقابله با انقلاب مشروطه که گوهره ملیت را در برابر امت اسلامی در افق تاریخ و روان ایرانیان گشود. سه، به تأخیر انداختن انگیزه رنسانس نوین ایرانی. چهار، بی هویت نگاه داشتن ایرانیان با حسب پیشینه ژرف تاریخی به وساطت فقدان میراث کهن از گذشته سرزمین نیاکان. پنج، در دست داشتن آجر به عنوان مدرک، سفال به عنوان سند و اشیاء کهن در اثبات مدنیت درازدامن در تاریخ تمدن و مقام شامخ پهنه فلات ایران به عنوان یکی از گهوارگان پیدایی مدنیت در اقلیم خاورمیانه در ابعاد جهانی. شش، صدور تئوری و نظریه در باب طلوع و غروب مدنیت‌های کهن با استناد به میراث تاریخی، دستیابی به درک عمیق‌تر از سلوک انسان در میدان بقا و تحول کنش آدمی در سپهر طبیعت. هفت، تأسیس کانون ارزش‌گذاری بر آثار هنری به عنوان تکیگاه مالی و تضمین چاپ پول در ابعاد کلان و آن نگاه داشتن بازار اشیاء عتیقه، ایجاد شغل برای بخشی از شهروندان جامعه، برپایی رشته باستانشناسی جهت تحصیل اکادمیک برای دانشجویان و تربیت استادان کارآزموده در امور میراث کهن، رونق بخشیدن به فعالیت موزه‌ها و برپایی نمایشگاه‌ها برای مخاطبان خود از همه گروه‌های سنی. خب سوالی مطرح نیستش؟ خیر، بفرمایید. در این زمینه که من به مسئله هویت پرداختم، یک کتاب معرفی میکنم به دوستان به نام انسان در جستجوی هویت خیشتن
اثر کارل گوستاو یونگ. خوب دیده میشه؟ یکم ببرنش پایین تر. بله بله، کارل گوستاو یونگ، انسان در جستجوی هویت خیشتن. بله. حالا من چرا این کتاب رو وقتی خوندم، البته این شرح حال خودش به قلم خودشه و در جستجوی هویت صحبت میکنه و توصیه میکنم که دوستان این کتاب رو بخونند. بعد کتاب دیگه ای هستش اینجا، تاریخ صده های میانه. این کتاب انبوه شواهد، علائم و نشانه های از تاریخ صده های میانه در اینجا گردآوری کرده و نشون میده که کلیسا چگونه سلطه خودش رو بر روان کشورهای اروپایی به ملتهای اروپایی مستقر کرده بود و سرانجام باعث پیدایی بعد از رفرم مذهب، باعث پیدایی اون رنسانس نوین اروپایی گردید. خب کتاب‌های بعدی رو بعدم معرفی میکنم. آقای خداوندلو، یکی از دوستان نوشتن که البته من واقعا نمیفهمم ربط این با آقای دکتر احمدی نیا، نوشتن که این موضوع قابل توجه آقای نصر احمدی باید باشد که میخواهد شاهزاده را بر علیه قدرت باز گرداند و نمیدونم در اصل شاید شما در رابطه هویت صحبت میکنید ایشون میگه، ولی ناگفته نمانه که آقای نصر احمدی هم دیگه طرفدار رضا پهلوی نیست و سالهاست که بریده. حالا خودش احتمالاً میخواد فعالیتی شروع کنه یا نه من خبر ندارم، ولی به زودی با آقای چمنارا را در این مورد صحبت میکنم. ببخشید، بفرمایید شما. اتفاقاً خوب پیش بینی کرده ایشون که هنوز من مطلب رو نخوندم، آنتنش هوشیار بوده که لابد بحثای آقای قدیر هم شده که اونجا میخواد شاهزاده رو برگردونه و در این متن من به نکاتی اشاره میکنم که در دوران اواخر حکومت قاجار و پهلوی اول چه کلاهی سر ما گذاشتن و چگونه این میراث باستانی ما رو غارت کردن تحت اون هفت مطلبی که بعداً من در اینجا خوندم که بعدا دوباره برمیگردم و همینا و دونه دونه اونها رو تجزیه تحلیل میکنم. اما فعلا بپردازم به وقت. کشورهای غربی از قرن 18 میلادی متوجه آثار و اشیاء ارزشمند در منطقه میانرودان شده و کوشش‌هایی در مناطق باستانی ایران و کاوش‌هایی در مناطق باستانی ایران، مصر و عثمانی شروع و در میان این کشورها فرانسه در گروه آغازگران به علت نفوذ بر دربار قاجاری توجه ویژه به آثار باستانی ایران داشت و همین دلدادگی موجب انعقاد قرارداد در سال 1900 بین سران قاجاری و فرانسوی ها و اعطا حق انحصاری و دائمی کاوش‌های باستان‌شناسی در ایران به این کشور تعلق گرفت، مشروط بر این که اشیاء نقره و طلایی یافت شده متعلق به دربار به مثابه کالایی که میتوانستند در بازار به پول تبدیل کنند و سایر قطعهای فلزی، مسی، مفرقی، برنزی، سفالی، پارچه‌های دستباف و تندیس‌ها که در نگاه قاجارها فاقد ارزش معنوی بود متعلق به کاوشگر. اما این امتیاز همیشگی نبود و با ظهور حکومت پهلوی در سال 1925 دروازه غارت میراث کهن ایران به روی باستانشناسان سایر دولت‌های غربی هم گشوده شد. امتیاز کاوش‌های باستانشناسی در فاصله سال‌های 1925 تا 1941 درست در زمان رضا شاه به موزه‌های آمریکایی، اروپایی اعطا گردید و در این گزارش سعی می‌کنیم با استفاده از کتاب تاراج بزرگ نوشته دکتر محمد قلی مجد، این کتاب تاراج بزرگ رو می‌تونید نشون بدید. بله، هم اون رو نشون دادم هم عکس ایشون رو باز نشون میدم. آفرین.
نوشته دکتر محمد قلی مجد، یکی از شیفتگان کهن‌بوم ایران که با بررسی منابع دست اول وزارت امور خارجه آمریکا به نگارش درآمده، ابعاد غول‌آسای یغماگری فاجعه‌بار که دولت مردان عصر پهلوی و در رأس آنها رضا شاه به ارزش باستانی و پیوند ارگانیک آن با بنیاد و زیر مجموعه ملیت ایرانی به درستی واقف نبودند، تحت تأثیر بوی نفت چوب حراج زدند مشخص شد. دکتر مجد، این مرد فرهمند، بعد از دیدار از چند موزه آمریکایی میگوید: من از موزه هنر نیویورک و موزه های متعدد اسمیتسونیان در واشنگتن دیدن کردم، امری که در همه آنها مرا بی نهایت به حیرت انداخت که موزه های مذکور تقریبا تمام آثار باستانی و مصنوعات فلزی ایران را در فاصله زمانی 1925 تا 1941 تصاحب و در خزانه هنری باستانی خود جمع کردند، به ویژه موجودی عظیم اشیاء دوران ساسانی و عصر اسلامی از جمله سفالینه ها به غایت منحصر به فرد و ارزشمند نیشابور در موزه متروپولیتن، همگی در دهه 1930 به تملک این موزه در آمده و یک محراب بزرگ 1400 ساله از جنس کاشی لعابی متعلق به اصفهان بیش از سایر اشیاء توجه هم را به خود جلب کرد. این محراب نیز در همان دهه 1930 به این موزه منتقل شده بود، اما اثر هنرمندانه به این بزرگی که حدود 1300 سال در یکی از مساجد اصفهان آرام گرفته بود چگونه از نیویورک سردرآورد؟ فرانسه و امتیازهای انحصاری باستانی ایران. آمریکایی‌ها اعتراض به قانون انحصاری کاوش داشتند و یک جانب بودن آن به نفع فرانسه را ناعادلانه می‌دانستند و مدعی شدند فرانسوی‌ها نتوانستند به شیوه مطلوب بهره برداری کنند و برای لغو معاهده 1900 تلاش کردند. آرتور پوپ مشاور مؤسسه هنر شیکاگو در زمینه آثار باستانی به همراه عبدالحسین تیمورتاش، وزیر فواقد عامه، محمد علی فروغی وزیر مالیه و حسین اعلای سفیر سابق ایران در واشنگتن در این زمینه میانجیگری کرده و برای لغو این قرارداد طرحی به مجلس فرستادند که تصویب نشد. بعد از شکست طرح، تلاش دیپلماتیک آمریکا برای گشودن راه غارت آغاز و منجر به عقد قراردادی بین ایران و فرانسه در تاریخ 18 اکتبر 1927 گردید. طبق این قرارداد فرانسویان متعهد شدند که از حقوق انحصاری خود در معاهده 1900 دست بردارند و در عوض طبق ماده اول این معاهده ریاست آثار باستانی ایران به مدت 20 سال واگذار فرانسویان و آندره گودار فرانسوی به ریاست آن انتخاب شد و شخصی که نقش تعیین کننده در لغو انحصار فرانسه بر آثار باستانی ایران داشت آرتور پوپ آمریکایی بود. او اطلاعات فنی، تاریخی، از فرهنگ، تاریخ درازدامن و هنر باستانی ایران داشت و در سال 1304 وارد ایران گردید و به رضا شاه نزدیک و مورد حمایت او قرار گرفت و در طول اقامت خود در ایران اقدام به خارج کردن آثار ارزشمندی توسط سفارت آمریکا از طریق ارسال بسته‌های دیپلماتیک نمود. یکی از مهندسین معماری آمریکا به نام مایرون اسمیت به محرابی 1400 ساله از مدرسه مذهبی در اصفهان و فروختن آن به موزه هنر متروپولیتن نیویورک توسط باند پاپ اشاره می‌کنند و مقامات ایرانی می‌دانستند که این محراب را دلال عتیقه‌ای به نام رابنو
به دستور پاپ از مدرسه امامیه اصفهان خارج کرده و در کمال تعجب و تعصب رضا شاه در سال 1931 از ایشان و در سال 1935 از همسرش با اعطاء مدال ویژه به خاطر خدماتشان در زمینه حفظ بقایای آثار تاریخی ایران تقدیر کرد و این تشکر رسمی شاید تحت تأثیر عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد بود. و آرتور پاپ علاوه بر حمایت مستقیم رضا شاه از همگامی محمد علی فروغی و پسرش محسن نیز برخوردار بود و بسیاری از اشیا را با چراغ سبز این دو رجل سیاسی انجام داد. تصویب قانون جدید آثار باستانی ایران. بخش دوم. بعد از لغو معاهده 1900 که امتیاز کاوش باستانشناسی را کلن در اختیار فرانسه قرار میداد، تلاش‌های آرتور پاپ و عوامل داخلی در ایران برای تصویب قانونی جایگزین شروع و موجب تصویب اجازه نامه گردید که موزه های آمریکایی انبوه آثار باستانی بی‌نظیر را به دست آورده از ایران خارج و در مقابل آن مبلغ ناچیزی پرداخت کنند. این تبصره نامیمون تحت عنوان قانون حفظ آثار ملی در 30 نوامبر 1930 به تصویب مجلس رسید. کاملا غیر قانونی و فاقد مشروعیت بود و بدون کمک رضا شاه و وزیرانش مانند فروغی امکان تصویب نداشت. چنانچه هارت وزیر مختار آمریکا در ایران در گزارش خود از تلاش به حمایت فروغی یاد و نقش او را در سرقت تعیین کننده می داند و می گوید ایشان متن فرانسوی پیشنویس را به زبان فارسی ترجمه و زمان زیادی صرف ویرایش آن به فارسی کرده و مواردی از بندهای آن شامل خروج آثاری نفیس متعلق به مردم ایران و تاریخ درازدامن آنهاست رسمیت می بخشد که اقتباس از قانون مشابه عراقی است و خیانتی آشکار به کشور و ملیت محسوب می شود. به عنوان مثال در ماده 14 می گوید در روند عملیات کاوش‌های باستانشناسی کشفیاتی که نتیجه عملیات دولت در زمان و مکانی خاص باشد به خود دولت تعلق خواهد داشت و در مورد اکتشافاتی که نتیجه عملیات دیگران باشد دولت میتواند 10 قطعه از اشیایی را که ویژگی تاریخی یا هنری دارند انتخاب و تصویب کند و نیمی از باقی مانده کشفیات را به صورت مجانی به کاشف واگذار نماید و نیم دیگر را به تصرف خود در می آورد. و در ماده 18 به کاوشگر اجازه می دهد که سهم خود را بدون پرداخت هزینه صادر کند. صدور اشیاء یافت شده در کاوش‌های علمی با اجازه دولت صورت می‌گیرد و خروج سهم کاوشگر از کشور تحت هر شرایطی از طرف دولت مجاز و از انواع هزینه‌ها و مالیات‌های گمرکی معاف است. البته که مبارک است و این قانون در ایران زمانی به تصویب رسید که قوانین مشابه در اروپا و دیگر نقاط جهان تفاوت اساسی با این قارتنامه داشت. در قوانین اروپا همه آثار باستانی کشف شده متعلق به دولت بوده و آثار باستانی کشف نشده دارایی قطعی دولت ملت محسوب شود و اگر شخصی بخواهد جهت ایجاد بنا در هر مکانی خاکبرداری کند ابتدا باید از اداره باستانشناسی منطقه اجازه نامه دریافت کند. ورود نمایندگان موزه‌های آمریکایی به ایران. بعد از تصویب قانون قارت راه ورود موزه‌های آمریکایی اروپایی به ایران برای گرفتن امتیازهای باستانشناسی باز شد. اولین تقاضا برای کاوش 3 روز پس از تصویب قانون جدید در تاریخ 6 نوامبر 1930 از سوی نماینده موزه دانشگاه پنسیلوانیا تقدیم دولت توسط اریک فردریش اشمیت آلمانی
از حفاران تخت جمشید که خدمات شایانی به باستان شناسی ایران کرده بود و معالن اشیاء بسیار گرانبهایی هم از کشور خارج نمود. کاوش در تخت جمشید. مؤسسه دیگری که جهت کاوش باستان شناسی موفق به اخذ مجوز از دولت پهلوی گردید، شرق شناسی دانشگاه شیکاگو بود که اواخر دسامبر 1930 پروفسور جیمز هنری برستد درخواست خود را برای اعطای کاوش و همواری در تخت جمشید توسط پروفسور ارنست هرتسفلد مشاور آلمانی گروه تقدیم دولت ایران کرد. این درخواست در هیئت وزیران مطرح و در کوتاه زمان جواب مثبت به مؤسسه مذکور داده شد. فروغی این بار هم برای اعطای امتیاز تلاش نمود که وزیر مختار آمریکا به حمایت ایشان در گزارش خود اشاره می کند و با شروع حفاری توسط مؤسسه شرق‌شناسی اشیاء ارزشمند یافته شده که باعث شگفتی اعضا گروه گردید، دو جفت لوح، یکی از طلا و دیگری از نقره و 30,000 لوح گلی که از دوره ایلامی به جا مانده و کتیبه های حکاکی شده به همراه مجموعی از ابزار کشاورزی که توجه کاوشگران را به خود جلب و دکتر هرستل مشاور گروه را تشویق و مشتاق به کندوکاو در استخر و تلهای مجاور کرد. از این رو درخواستی به دولت ایران ارائه داد که در تاریخ دسامبر 1931 مورد موافقت قرار گرفت و با این مجوزنامه دست تاراج در ابعاد کلان را چنان باز گذارد که بیشک غنی‌ترین بخش در تاریخ امتیازات اعطا شده برای خروج آثار باستانی ایران بود. اعطای این امتیاز ابتدا تنها شامل حفاری و کاوش در تخت جمشید و اطراف آن بود و اشیاء یافت شده طبق قانون قرارداد شامل تقسیم آثار قرار نمی گرفت. بنابراین تمام اقلام یافت شده در طول عملیات متعلق به دولت ایران بود، اما مؤسسه شرق‌شناسی ادعای بیموردی برای تقسیم اشیاء یافت شده پیش کشید که مورد موافقت مقامات ایرانی قرار نگرفت. در این مورد مقامات ایرانی و هم مسئولان مؤسسه به ارزش یافته‌های باستانشناسی در این مناطق پی برده و حاضر به از دست دادن حتی قطعه‌ای کوچک از این یافته‌ها نبودند و رئیس مؤسسه در سال 1940 در اظهار نظری در رابطه با اشیایی که مؤسسه در تخت جمشید به دست آورده بود گفت کمتر محلی چنین ثمرات جالب توجهی به بار آورد. این عدم تفاهم بین دولت ایران و شرق‌شناسی باعث بروز اختلافات گردید که در نهایت مؤسسه برای مشخص شدن نتیجه درخواست‌های خود عملیات حفاری و کاوش در منطقه را متوقف کرد. خب سوالی ندارید؟ نه، فقط فکر کنم این دوستان مقاله شما رو روی وبسایت یا اون فیسبوک ها میخونن و با شما آشنایی دارن. ضمناً آقای آریانپور هم یه مقاله‌ای رو فرستادن در رابطه با قراردادی که رضا شاه نوشت که ایشون نوشتن که بدتر از حتی اون قرارداد دارسی بوده. اونو من برای شما میفرستم که اگه وقت خواستید در برنامه‌های آینده در موردش صحبت کنید. آقای تیمسار آریانپور برادر دکتر آریانپور هستن که شما کتاباشون رو بعضی وقتا تو برنامه‌هاتون معرفی می‌کنید. بله، آشنایی دارم با ایشان، لطف کردن. خب ادامه میدم. دستور اکید ایران به مؤسسه شرق‌شناسی بخش سوم. گروه باستانشناسی به علت تعطیلی فعالیت حفاری در تخت جمشید با واکنش ایران روبرو شد و دولت امتیاز کاوش در تخت جمشید را مشروط به شروع فعالیت تا تاریخ مشخص عنوان کرد. اما مسئولین مؤسسه بدون توجه به اختیار مقامات با تهدید خواستار تمکین دولت ایران به مطالبات مؤسسه مبنی بر تقسیم آثار کشف شده در تخت جمشید و مناطق اطراف آن بودند و در نامه‌ای به نخست وزیر ایران متذکر شدند
عدم پذیرش شروط ذکر شده باعث خروج و مؤسسه از ایران خواهد شد. تهدید ایران از جانب مؤسسه شرق‌شناسی لحن توهین‌آمیزی سازمان آمریکایی در برابر دولت ایران به کار می‌برد و صاحب حق دانستن خود بر میراث باستانی یک ملت کهن که در برابرش به سان کودکی لمیده در گهواره دستاوردهای مادی و معنوی گوهرباری که ضمیمه کرم مدنیت جهت بهروزی و بهزیستی در درازای تاریخ کرده بیش نیست، ما را با خوی غارتگرانه جماعت جاه طلب آشنا می کند. پریستد مدیر و مؤسسه شرق‌شناسی در ایران نامه‌ای به فروغی نوشت و خواهان تقسیم عادلانه اشیاء کشف شده و می‌فرماید اگر با این درخواست موافقت نشود مؤسسه گروه خود را از ایران خارج و دولت شاهنشاهی را در مطبوعات آمریکایی رسوا خواهد کرد و این اختاری بود که رژیم پهلوی به ده ها دلیل نمی‌توانست آن را نادیده بگیرد و ادامه می‌دهد باید صراحتاً عرض کنم چنانکه مطالبات حقه ما که در این نامه آمده در مدت زمانی معقول برآورده نشود همه جهانیان به زودی خواهند پرسید که چرا عملیات مؤسسه در تخت جمشید به حال تعلیق در آمده و مؤسسه در کمال تأسف مجبور است دلائل تعلیق کاوش در تخت جمشید را به مطبوعات توضیح دهد که مسلماً بیشترین انعکاس در کل رسانه‌های نوشتاری غرب خواهد داشت و فروغی از دریافت این اخطارنامه و قرائت آن در هیئت دولت با واکنش دولت مردان بر تحقیرآمیز بودن نامه مواجه شد و پذیرش شروط ذکر شده را منوط به تغییر ادبیات و لحن نامه کرد. اما زبان به کار برده شده در مطبوعات مؤسسه تغییر نکرد و در نهایت مؤسسه شرق‌شناسی با حمایت وزارت خارجه آمریکا ایران را وادار به پذیرش خواسته های خود نمود. درخواست جدید مؤسسه شرق‌شناسی. مؤسسه شرق‌شناسی با مشاهده عقب‌نشینی دولت ایران در برابر خواسته های حق به جانب خود وارد گود غارت شده و هر آنچه انتظار داشت مطالبه کرد. طبق درخواست جدید ارگان استعماری خواهان ادامه کار در تخت جمشید و تقسیم اشیاء یافت شده و به مدت 3 سال دیگر گردید و برخی از اشیایی که با آنها نظر داشت را در نامه به نخست وزیر چنین اعلام و با اشاره به هزینه سنگین خاکبرداری، شما در نظر بگیرید هزینه سنگین خاکبرداری داره اشاره میکنه، مثلا 20 نفر کارگر ایرانی رو برده بودن اونجا، در روز 2000 هم بهشون نمیدادن، 2000 دو تا دوپنیا بهشون نمیدادن، اینا رو در را بهنا حساب میکردن. مثلا شما حساب کنون کارگرانی که 50-60-70 سال پیش اونجا کار میکردن چقدر مزد میگرفتن. خب با توجه به هزینه خاکبرداری که دکتر قلی مجد در کتاب خود با بررسی اسناد موجود کل مخارج حفاری موزه های آمریکایی را حد اکثر 710,000 دلار بیان میکنند، که قسمت قابل توجهی از این مبلغ را زرتشتیان محجوب هندوستان پرداختند. مؤسسه شرق‌شناسی آثار باستانی ایران را تصاحب کرد. این مبلغ ناچیز حکایت از یغماگری در ابعاد کلان میراث کهن بوم ایران می‌کند که در طول سالهای 1925 تا 1941 به حراج گذاشته شد که شامل گنجینه بی نظیر مجسمه های مستقر بر روی 2 پلکان عظیم و الواح زرین و سیمین پایه های بنا که ارزش آنها بیش از هر اثر کشف شده دیگر در تخت جمشید است، خود را محق می داند اقلام مشخصه زیر را در حکم سهمش از اشیایی که تا کنون در ایوان کاخ کشف شده اند مطالبه نماید و صد البته انتظار دارد مجوز خروج آنها از کشور نیز صادر گردد
که شامل مجموعه کامل تندیس‌های قابل هم از جمله پلکان مستعد جابجایی که پیش از پیدا شدن دو پلکان عظیم تخت جمشید از زیر خاک کشف شده است، یک لوح سیمین پایه بنا، آجرهای لعابی شکسته متعلق به کتیبه زینتی آبادانا و همه اشیاء کوچک دیگر به استثنای طلا ساخته ها و 500 لوح گلی. مؤسسه انتظار دارد اشیایی که ممکن است در آینده در ایوان کاخ کشف شود نیز مطابق با اصل کلی فوق تقسیم شود و این باج‌خواهی ها البته به پایان نرسید و بعدها دستور عملی که به وزیر مختار آمریکا در ایران رسید، ملت محجوب میبایست قسمتی از آثار باستانی خود را به مؤسسه اهدا کند، یعنی با دست خود میراث کهن که بنیاد هویت و ملیت ایرانی ما را بر دوش میکشید تقدیم تازه به دوران رسیده کند تا از افق نگاه فرزندان پهنه فرات محو گردد، که مبادا در فردای رستاخیز نوین در پرپایه ملیتی استوار بر بنیاد میراث اجداد دور در ساختار هویت ایرانی مخدوش شده اش در هزاره اخیر مورد استفاده قرار گیرد و موی دماغ استعمار گردد. البته درک این لحن و آوای تلخ برای نیروی ترقی‌های امروز ایران از جانب استعمارگر مسلح به تسلیحات پیشرفته نظامی دشوار نیست که دولتی را خطاب قرار می‌دهد و مؤسسه کرفتر انستیتوت یکی از اعضای گروه باستان‌شناسی را مجاز می‌سازد تا مذاکره بر سر تقسیم اشیاء کشف شده را شروع کند، مشروط بر این که چون ایرانی ها قبلا اقلام ارزشمند متعددی برای خود برداشته اند، مؤسسه انتظار دارد که در اوائل مذاکره اشیاء در خور و ارزشمندی به آن اهدا شود، چنانچه در همان اوائل مذاکره چنین هدایایی داده نشود و روش قابل قبولی برای تقسیم مابقی اشیاء کشف شده مورد توافق قرار نگیرد، مؤسسه ناچار خواهد بود بدون بحث گروه باستانشناسی خود را از ایران خارج کند و در این راستا گروه های دیگر نیز در ایران به صورت محدود فعالیت می‌کردند که شامل موزه فاک و هنرهای زیبای بوستون، موزه هنر متروپولیتن، موزه فیلادلفیا و موزه کانزاس سیتی بودند. کاشیکاری مدرسه امامیه اصفهان در موزه متروپولیتن، یه دونه تصویر برای شما فرستادم که یه محراب رو داره نشون میده که اینو بالکل از اونجا برداشتن بردن. این محراب در ابعاد 343 در 288 سانتیمتر متعلق به مدرسه امامیه اصفهان اکنون در موزه متروپولیتن نگهداری می شود. مهمترین بخش آرایشات سوری مسجد و فرو رفتگی آن سوی مکه قرار دارد. در سال 755 هجری ساخته و متشکل از موزاییک های تهذیب شده کوچک در کنار یکدیگر قرار گرفته و شکل های متنوع هندسی به نقوش گلمانند را پدید آورد. در این محراب سه نوشته دیده می شود. بخش نخست به خط محقق بر حاشیه بیرونی قرار دارد، از پایین سمت چپ آغاز و به سوی راست خاتمه بیابد. آیات 14-22 سوره دهم قرآن را نشان می دهد. نوشته دوم در حاشیه بخش فرو رفته به خط کوفی در مورد پیامبر است. نوشته سوم به خط شکسته در وسط بخش فرو رفته به چشم می خورد و در میانه دهه 1920 میلادی کاشیکاری قسمتی از بخش فرو رفته محراب در زیر نوشته قرار دارد و بخشی از نوشته اصلی حاشیه بیرونی توسط هنرمندان کاشیکار ترمیم شده.
توضیحات برگرفته از وبگاه موزه متروپولیتن نیویورک، کاشکاری آثار باستان ایران پس از اسلام. سوالی ندارید در این زمینه؟ نه، فقط من شنیدم که مثلا یکی از موزه ها به آقای روحانی مثل که یک قطعه از وسایل رو داده بود، خیلی هم اعتراض کردن آقا چرا گرفتید، باید همه رو میگرفتید. خیلی هم گفتودن همین بهتر که اینها توی کشورهای خارجی باشه فعلا، چون اگه توی ایران باشه میگیرن و میبرن و به عنوان زیرخاکی این ور اون ور میفروشن. جالب اینه که خود من چند مدت پیش یه نفر زنگ زد گاهی سوری من یه سری اجناس زیرخاکی از ایران آوردم، آیا شما میخرین تو تلویزیونتون بفروشید؟ من گفتم اینا متعلق به مردم هست و من توی کار خلاف شرکت نمیکنم. درود بر شما. برای من هم تقریبا هر دو سه ماهی یه نفر نگاه میکنی میبینی داره از اینجا چت خصوصی پیام میده که شما، چون میبینی که من در فیسبوک هم مرتب این آثار باستانی رو نشون میدم، حالا هدف من یه موضوع دیگه است، اینا دارن به من پیام میدن که شما علاقه دارید، اگر میخواهید ما یه مقداری از اینا رو میتونیم بفروشیم. پس بنابراین ایران تبدیل شده به یک بازار، به یک گنجینه‌ای که دست همین دولت در کاره و این افراد هم افتادن و غارت دارن میکنن و میفروشن، یک راه ممر درآمدی که هیچ گونه براش مخارجی و سرمایه‌گذاری نکردن دارن از ایران خارج میشه. خب حالا من میپردازم به این پدیده رنسانس ایرانی. برای چی من این مطلب رو اصلا به طور کلی مطرح کردم؟ چند دقیقه دیگه آقا وقت داریم؟ حدود 16 دقیقه، 18 دقیقه، 20 دقیقه، چون یکم دیر شروع کردیم. بسیار خب، اشکال نداره، همین 10 دقیقه 15 دقیقه کافی هستش. بله، این رنسانس به عنوان چی میگین؟ دوباره زایش جدید میگه، چی میگه توی فارسی؟ بله، رنسانس رو میگیم نوزایی. نوزایی، بله بفهم، یعنی زایش دوباره. بله. حالا چرا من دارم این مطالب رو دارم مطرح میکنم، چرا در این صفحه فیسبوک مرتبی آثار باستانی رو دارم نشون میدم؟ به خاطر این است در جستجوی هویتی ما. حالا در اینجا من به این رنسانس میپردازم، به ریشه هاش که در اروپا اتفاق افتاد و ما هم الگوی اون رو داریم تکرار میکنیم. رنسانس ایرانی، رنسانس رو به نوزایش، تجدید حیات فرهنگی و دگرسان نگری ترجمه کردن که محصول تضاد و تناقض نیروی نو با کهنه و برایند مطالبات متراکم ملت در سطوح گوناگون و در دورانی از حیات شهروند را در بر می‌گیرد که تعادل نسبی به سود نهاد سیاست و دیانت با ساختار اسطوره‌ای که مسئول سامان اجتماعی بودند برهم خورده و نیروی ترقی‌خواه خواهان بازنگری کلی در کارآمدی فرهنگ سنتی، درجه سودمندی و زیانزایی اصول و فروع احکام شریعت نبوی هستند. یعنی همین شریعت نبوی تحت عنوان رژیم اسلامی روی کار اومده. ما داریم میگیم کارایی نه، اصلا مورد بحثی قرار بدیم ببینیم به دردمون میخوره یا نه. اگه خوب هست خب بالا چشممون جا داره، اگه بد هست باید بساطش رو جمع کنیم. در راستای تحول و تغییر بنیادی در سطوح گوناگون و حسب، یه ذره از بالا بخونم، شریعت نبوی هستند که در سرنوشت ایرانیان دخیل بودند و آغازگر جنبش فرهنگی در راستای تحول و تغییرات بنیادی در سطوح گوناگون و حسب هر آنچه تاکنون جهت تأمین منافع شیخ‌وشاه حاکم بر سرنوشت ملت بوده و خواستار جایگزین شدن نیروی ترقی‌خواه بالنده و کارآفرین به جای سلطه نهاد سیاست و دیانت فرسوده و تاریخ مصرف تمام شده است و الزاماً در نوزایی نوین جدال سنت و تجدد شتاب می‌گیرد و آن گونه که بدخواهان ایران و سپاه جهل تصور می‌کنند، این تجدید حیات نوین توهم و خوشخیالی نیست، بلکه محصول نیاز جامعه در راستای نوزایی و بالندگی خیشتن است و اولین گام مؤثر را ملت قهرمان در سال در رستاخیز 57
با استقرار نظام جمهوری که سرنوشت مردم در دست فرزندان ملت باشد برداشتند. چه خواب و خیال نیست، بلکه حقیقتی است عینی در پیشگاه جهانیان. و موسیقی دلانگیز و باشکوه نوزایی در ابعاد کلان ابتدا در غرب آهنگ خروشانش تنین افکند و در پیامدش دانشپژوهان، فیلسوفان و فرمانروایان جدیدی ظهور و با الهام از میراث روم و یونان باستان با نگاه انتقادی و متفاوت از گذشته به نظم جهان پیش رو نگریستند و در راستای تغییر و تحول نظریات مدرن در اروپا انتشار یافت و استدلال افراد ترقی‌خواه که دوران رنسانس این بود که عصر آنها با صده‌های میانه تحت سلطه امپراتور و پاپ ارتباط ندارد، بلکه به یونان و روم باستان مربوط می‌شود، زیرا انسان در زمان باستان گام‌های اساسی جهات بهزیستی برداشت و پیامد مثبت آن را تجربه کرد و نیروی ترقی‌خواه رنسانس هم بر آن بود که با زایش نوین فرهنگ یونان و روم باستان موتور پیشرفت‌های ستورک را می‌تواند دوباره روشن و فعال کند و آگاهانه تشخیص دادند برای تحقق اهداف آرمانی خود ابتدا باید در دیانت کتبی رفرم صورت گیرد. از این رو ترقی‌خواهان ایران هم با نگاه بر الگوی اروپایی رنسانس تلاش می‌کنند سمبل‌های ایران باستان را جهت برپایی ملیتی استوار بر بنیاد هویت ایرانی که این سمبل‌ها موزاییک‌های آنهاست که در هزاره اخیر در اثر تهاجم‌های مکرر از سوی همسایگان شرور مسلح به دیانت اسلامی که سخت آسیب دیده را نوزایی و بازسازی کنند و در رستاخیز نوین ایرانی دست توانای فرزندان کوهنبوم ایران انگشت رب الله فضول و شرور را گرفته تا او را از کائنات و مقام کبریاییش به زیر کشد و به بایگانی تاریخ بسپارد و خوشخیالان مذهبی منتظر این واقعه باشند که به زودی بساط شاکری الله از ستبرای پهنه فلات ایران برچیده و آخر مفخوری به دکان دیانت اسلامی بسته خواهد شد. اون تصویر رو هم نشون دادی که یک بچه با دستش داره انگشت خدا رو از آسمان گرفته بخواد بکشه پایی؟ بله، همه تصویرها رو یه بار نشون دادم ولی اینو یه بار دیگه نشون میدم. اتفاق من گفتم شاید این اشتباهی اومده. نه خیر، اینو برای همین این رنسانس نشون دادم که ما در این رنسانس داریم این رب الله رو اون دست ملت گرفته داره اینو میکشه پایی که تکلیفش روشن کنه، یعنی به یه امر تاریخی تبدیلش کنه. بله. و بعدم بساطش جمع کنه. اینو دارم نشون میدم. من هنوز سوالم اینه که اون دوستی که میپرسه که ای کاش آقای دکتر نصر احمدی، منظورش اینه که اگر ایشون هنوز دنبال شاه و شاه بازی هست به اصطلاح تکلیفش رو معلوم کنه. آقای خدابندلو اجازه بدید من یه چیزی رو اینجا گوشزد کنم. متاسفانه دیده شده، شنیده شده که گهگاهی اگر من و شما میان یه حقیقت تلخی رو میگیم همون موقع عده‌ای تهمت میزنن که من و شما مزدور هستیم یا طرفدار جمهوری اسلامی هستیم یا طرفدار آخوندها هستیم و این یه روش بدی شده که در جامعه متاسفانه خیلی رایج شده. من میخواستم از شما هم بپرسم، احتمالا شما هم درگیر این مسئله و این مشکل هستید، چه باید کرد با افرادی که تا به باورای غلطشون یه تلنگری میزنیم اینجوری عصبانی میشن؟ و حتی من تو برنامه خودم تعریف کردم، یه نفر دیروز زنگ زده بود فحش و فضیحت، آخر که من گوش دادم دیدم اصلا دلش از همه جا خونه، نه فقط مخالف من هست، و به اشتباه میگفت تبعید شده. گفتم آقا اگر ملاها مردم رو تبعید کنن آمریکا و اروپا که همه تو صف وای میسن، چه تبعیدی؟ من و شما مهاجرت کردیم، باید به این مهاجرتمون افتخار کنیم، چون مهاجرت ها در تمام صفحات تاریخ باعث پیشرفت ملت ها شدن.
شما نظرتون رو در این مورد هم اگه دوست داشتید و وقت هست بفرمایید. بله، ابتدا بپردازم به موضوع آقای نصر احمدی که البته طرف مخاطب من نیستن در این مورد، ولی حالا که اشاره بهش شده یا از جانب دوستی و شما هم اونو نقل کردید، من به نظرم میرسه، من سخنان آقای احمدی رو گوش کردم با بحثایی که با شما میکردی، به نظرم میرسه که آقای احمدی با بازسازی نهاد سلطنت داره کشتی به خشکی میرونه، آب در هاونگ میکوه. به نظر میرسه به عنوان یه انسانی که حقوق سیاسی خونده و با قانون سر کار داره، البته قانون زیست شناسی یا نمیدونم قانون اساسی، یعنی با زیربنای جامعه سر کار داره، ایشون باید متوجه باشه، از بیرون بتونه نگاه کنه که ملت ایران در انقلاب 57 بساط سلطنت برچی و نظام جمهوری اعلام کرد برای اینکه سرنوشت ملت و خودش رو همیشه خودش تعیین کنه با انتخاب ریاست جمهوری و سایر نهادها، و در عین حال که نهاد سلطنت زد، نهاد دیانت رو هم که متعهد طبیعیش بود، اون رو هم برای این زدن دعوت کرد با دو هدف. بارها گفتم هدف اول این استش که اون چموشبازی هایی رو که در انقلاب مشروطه، مزاحمت هایی رو که در انقلاب مشروطه ایجاد می کردن رو ایجاد نکنن که ملت مجبور نشه. آقای زنجانی بودش، یه ملایی بود به نام زنجانی، حکم اعدام اون چیز رو داد و اون رو به دار کشیدن که این کار رو نکنن، و در عین حال وقتی که نهاد سلطنت زد، گریبان خودشون رو هم بگیرن. این مسئله رو آقای احمدی باید بهتر از من و شما که حقوق سیاسی نخوندیم ببینه و توصیف کنه. در صورت برعکس داره میخواد بره دوباره نهادی رو بیاره روی کار، فردی رو بیاره روی کار که به اراده ملت ایران گذاشتنش کنار، دفتر سیاسیش بسته، به بایگانی تاریخ سپرده. حالا ایشون برای چی داره این زور میزنه که با سازی سلطنت رو انجام بده؟ چند دقیقه دیگه آقا ما وقت داریم. آها، یه مسئله دیگه، مسئله دوم دیگه که خیلی از این مطالب رو که ما مطرح میکنیم به اصطلاح تریش قبای این اسلامگرایان برمیخوره که ما در خارج داریم به این مسائل مطرح میکنیم. اینا عموما یا سردر آخر اسلام دارن یا اصلا اون طرز تفکرشون تفکر مذهبی است و این حرفا بر اون ستون اوهامشون ضربه میزنه و احساس ناراحتی میکنن و دارن احساس میکنن و منتها اونا هم نمیخوان بپذیرن که بابا جان ملت ایران هدفش احسان بخش ترقی خواهی نست که بساط این دیانت جمع کنه و حالا اینا نمیخوان تا اونجایی که میتونن در جمع کنن. از یه طرف هم هنوز نیروی ترقی خواه ما منسجم نیست، عوام یافته نیست، نیرومند نیست که بتونه خوب عمل بکنه. خب 5 دقیقه دیگه وقت داریم یا کمتره؟ 5 دقیقه اگر میخواین بیشتر برید میتونید. بسیار، همون 5 دقیقه کافیه. من بار دیگه برمیگردم به این 4-5 اصلی که برشمردم. در نکته اولش میگیم آراستن موزه های کشورهای اروپایی و آمریکایی از آثار باستانی ایران. شما میدونید که مسئله موزه‌داری و موزه خودش یک شغل بسیار وسیعه و پول کلانی در اونجا به جا میشه. در یه موزه نگاه میکنیم اینه حداقل 100 تا 200 نفر از خدمه سطح پایین تا اون محققینشون دارن کار میکنن و چرخهای این موزه وقتی که داره میچرخه کلی پول وارد میشه و بسیاری از اشیا در اونجا قرار میگیره که پشتوانی ارزی هست، پشتوانی مالی دولت هاست. بنابراین به همین خاطرم بود که دولت پهلوی اول تشخیص داده بود ما هم باید یه دونه موزه ایجاد کنیم و همون موزه ایران باستان رو
تأسیس کردن و شروع کردن این اشیاء رو در اونجا جمع کردن. الان 17 تا موزه های دیگه، موزه هنرهای ملی، موزه هنر معاصر و خیلی موزه دیگه به وجود اومده که خود اینها در اقتصاد کشور نقش موثری دارن. بخش دومش دور کردن دستاوردهای مادی و نفیس آهنی، برنزی، سیمین و طلایی از افق نگاه ایرانیان ملی‌گرا جهت مقابله با انقلاب مشروطه که گوهره ملیت را در برابر امت اسلامی در افق تاریخ روان ایرانیان گشود. شما در نظر بگیرید اینا وقتی که میگن که ایرانیان قبل از اسلام هیچ گونه فرهنگی نداشتن، بارها دیدین از زبان مثلا میرحسین موسوی و نمیدونم اون شیخ نصرالله و هر کی که رسیده درباره هست به تاریخ گذشته ما صحبت کرده، تمام این عناصر ریز و درشتی که از میراث قدیم باز مونده میتونه به عنوان یک سند و مدرکی باشه که ثابت میکنه که قبل از شما آیون که هزار سال پیش اومدید اینجا، این پهنه و این ملت بیش از 4-5 هزار سال مدنیت داره. حالا شما اومدید این مدنیت رو بخواید حرفش بکنید بگید همه چیزون رو از ما دارید، شما چه چیزی رو برای ما برمخان رو بردید به جز یک دین سرپاتاشی کسی که اونم خودمون دست با کردیم براتون. سه، به تأخیر انداختن انگیزه رنسانس نوین ایرانی. شما در نظر بگیرید که تمام این دستاوردها رو وقتی که از افق نگاه ملت ایران دور کنی، ما فکر میکنیم خب چیزی نداشتیم دیگه، ولی وقتی که من میام اینطور مسائل رو در فیسبوک مطرح میکنم و میگم که این خودش یکی از سندهایی است که نشون میده در این کهنبوم فرهنگ جاری بوده، مدنیتی وجود داشته، برید تو اون موزه ها رو نگاه کنید ببینید چقدر اشیا وجود داره از 2000-3000-4000-5000 سال پیش. بنابراین ما ریشه های کهن در این زمین داریم. خب یه نکته دیگرم بگم و بحث و خاتمه شد. پنج، در ساختن در دست داشتن آجر به عنوان مدرک، سفال به عنوان سند و اشیاء کهن در اثبات مدنیت درازدامن در تاریخ تمدن و مقام شامخ پهنه فلات ایران به عنوان یکی از گهوارگان پیدایی مدنیت در اقلیم خاورمیانه در ابعاد جهانی. یعنی اینا وقتی که خودش و اروپاییان، یه روزی برای شما بحث کردم که در اواخر قرن 18 و اول قرن 19 یواش یواش این ناسیونالیسم در اروپا شروع کرد به رشد کردن. وقتی که این ناسیونالیسم شروع کرد به رشد کردن، تا قبل از اون انسان اروپایی هویتش رو کلیسا بهش میبخشید. حالا رفرم مذهبی که کرده و حاکمیت و سلطه کلیسا رو گذاشته کنار و داره به ملیت که ریشه در خاک داره در اونجا باید داره توجه میکنه و برای پیدا کردن هویت خودش طبیعت هستش که نگاهش به این آثار معطوف شد و به همین خاطر هستش که اصلا به فکر تأسیس موزه ها و اشیاء باستانی پرداختن. همین چیزی هستش که ما الان داریم در فکرش هستیم. ممنونم از شما دوستان عزیز. میدونید که طبق معمول این برنامه ها روی فیسبوک باقی میمونه، فقط وقتی میخواین باید یکم بالا پایین برید چون فیسبوک فوری اون جدیده رو میاره بالاتر. ضمناً تا دقایقی دیگر روی یوتیوب هم هست و فقط شما کافیه اسم آقای خدابندلو رو تایپ کنید توی گوگل یا توی یوتیوب، یزدان فاصله خدابندلو، و این ویدیوها رو ببینید و وقتی هم مایل بودید که با ایشون تماس بگیرید از طریق فیسبوک با همین اسم خودشون. ایشون نه اسم مستعاری داره نه قایم هست، شخص حقیقی و حقوقی است. ممنونم از شما آقای یزدان خدابندلو، به امید روزهای بهتر و آیندهی روشن‌تر. مرسی. من هم همچنین بدرود به شما و بینندگان و شنوندگانتون عزیز. ممنون. خب دوستان عزیز، برنامه ها رو ادامه میدیم، بریم نوایی بشنویم از یعنی با شعرهای خیام آقای احمد شاملو و صدای آقای شجریان. روز روزگار خوش. تلویزیون مردم و برنامه هاش رو به دوستانتون هم معرفی کنید. مرسی.